در پی محاصره اسرائیل آب آشامیدنی و سایر منابع حیاتی در داخل غزه رو به کاهش است نوار غزه در روزهای اخیر و با اعمال محاصره کامل آن توسط اسرائیل با یک بحران انسانی کمبود آب برق غذا سوخت و دارو مواجه است گذرگاه رفح بین غزه و مصر تنها گذرگاه باقی مانده برای تدارکات در طول هفته گذشته بسته بود و محموله های تدارکات بشر دوستانه حیاتی برای مردم غزه در سمت مصری این گذرگاه مرزی انباشته شده است. اما اکنون خبرگزاری رویترز در خبری از توافق مصر، اسرائیل و آمریکا در مورد آتش بس موقت در جنوب غزه برای بازگشایی موقت گذرگاه رفع خبر داده است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. در حالی که درگیری اسرائیل و حماس بحران غزه را عمیقتر میکند سازمان ملل هشدار داد خاور میانه در آستانه پرتگاهی خطرناک قرار گرفته است بنابر گزارش ها هزاران نفر از هر دو طرف کشته شدند و صدها هزار نفر مجبور به فرار شدند زیرا وضعیت در نوار غزه به سرعت و پس از هشدار اسرائیل در مورد حمله قریب الوقوع بدتر شده است آنتونیا گوترش در بیانیه ای گفت در این لحظه دراماتیک در حالی که ما در آستانه پرتگاه در خاور میانه هستیم وظیفه من به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد است که دو درخواست قوی بشر دوستانه از هر دو طرف داشته باشم. درخواست او از حماس این است که بلافاصله ها را بدون قید و شرط آزاد کند و اسرائیل باید به غیر نظامیان غزه دسترسی سریع و بدون مانع به کمک های بشر دوستانه بدهد درخواست مشابهی از سوی برخی دیگر از چهره های بین المللی نظیر فیلیپ لازارینی کمیسر عمومی آژانس امداد رسانی و کاریابی ملل متحد مطرح شد رئیس آژانس سازمان ملل که با آوارگان فلسطینی سر و کار دارد در گفتگو با خبرنگاران در اورشلیم شرقی هشدار داد که همکارانش در غزه دیگر قادر به ارائه کمک های بشر دوستانه نیستند وی افزود هیچ غذا یا دارویی وجود ندارد هزاران نفر از جمله کودکان و زنان کشته شدند در واقع غزه در حال خفه شدن است و به نظر می رسد که جهان در حال حاضر انسانیت خود را از دست داده است رئیس آژانس سازمان ملل همچنین تاکید کرد دست کم یک میلیون نفر تنها در یک هفته مجبور به ترک خانه های خود شدن و رودخانه ای از مردم همچنان به سمت جنوب جریان دارد یونیفیل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان هم با اعلام اینکه تبادل آتش شدید در چندین منطقه در امتداد خط آبی بین خاک لبنان و اسرائیل ادامه داشته است از سازمان بهداشت جهانی خواست تا ظرفیت خود را برای دسترسی فوری به مراقبت های پزشکی نجات دهنده برای غیر نظامیان در آن منطقه افزایش دهد در بیانیه ای هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل توضیح داد که سیستم بهداشت لبنان به دلیل بحران اقتصادی مداوم انفجار بندر بیروت در سال 2020 و بار اضافی بحران پناهندگان سوری فلج شده است. در خلال این رخدادها اما خبرگزاری رویتر به نقل از دو منبع اینترنتی مصر گزارش داده که توافق مصر اسرائیل و آمریکا در مورد آتش بس موقت در جنوب غزه به اجرا در خواهد آمد همزمان شبکه الجزیره به نقل از رسانه های دولتی غزه اعلام کرد که طرف فلسطینی در نوار غزه هنوز از مقامات مصری در مورد بازگشایی گذرگاه رفح تاییدیه دریافت نکرده است. ساعتی پیش آنتونی بیلکن وزیر امور خارجه آمریکا در حساب ایکس نوشت که ایالات متحده فعالانه برای اطمینان از ورود کمک های بشر دوستانه به غزه تلاش می کند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که از هر گونه آتش بس در جنوب غزه بی اطلاع است او گفت توافقی برای آتش بس وجود ندارد که من از آن مطلع باشم گزارش ها را می بینم اما چیزی برای تایید کردن وجود ندارد ساعتی پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر توافق سهجانبه اسرائیل و آمریکا و مصر مبنی بر آتش بس در جنوب غزه حماس هم گفته بود این گروه هیچ اطلاعاتی در مورد توافق آتش بس در جنوب غزه ندارند هدف از این توافق ورود کمک های بشر دوستانه و خروج شهروندان خارجی بود محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی میگوید حماس مردم فلسطین را نمایندگی نمی کند. عباس در گفتگوی تلفنی با نیکولاس مادور رئیس جمهور ونزوئلا گفت اقدامات و سیاست های حماس مردم فلسطین را نمایندگی نمی کند. به گزارش خبرگزاری وفا محمود عباس کشته شدن غیر نظامیان از هر دو طرف را محکوم کرده و خواستار آزادی غیر نظامیان زندانیان و بازداشتی های هر دو طرف شده است علی اکبری اخبار شیعه